مدتی قبل در فضای مجازی و همچنان در رسانه‌های اسلامی ویدیویی نشر شد که بسیار بازتاب گسترده و وسیعی داشت. تا به امروز هم این ویدیو و این کلیپ دست به دست می شود و شاید بسیاری از شما آن را دیده باشید. در این ویدیو دختر جوانی را نشان می دهند که متعلمه شرعیات پوهنتون اسلامی در اندونزیا هست. زمانی که این ویدیو نشر شد مسلمانان به غیرت آمدند. بعد از نشر این ویدیو هزاران نفر به تلفن این دختر اندونزیایی تماس گرفتند، تبریک گفتند، تشویق کردند و از هر سمت و سوی هدایا و تحفه های زیادی سرازیر شدند، تا جایی که مجبور شد تلفنش را خاموش بکند به خاطر که مردم زیادی تماس می گرفتن به تلفنش. اما داستان این دختر مسلمان از چه قرار است؟ این دختر مسلمان در مسابقه قرآنی در اندونزیا شرکت کرده بود و جایزه کسانی که اول نمره و ممتاز می شدند جایزش 30 میلیون روپی بوده است، معادل ممکن در حدود 2.5 لک افغانی. وقتی نام این دختر گرفته می شود که در مسابقه شرکت بکند، این دختر جوان اندونزیایی از جایش بلند می شود و در جایگاه حاضر می شود و می نشیند، مایک را گرفته تا مسابقه را شروع بکند. اما داوران مسابقه می گویند شما باید نقابتان را از رویتان بردارین. تولان بساری بوکا چدره چون قانون مسابقه هست که نقاب باید در رویتان نباشد. وقتی این درخواست از او می شود مانند صاعقه بر سر این دختر جوان مسلمان فرود می آید. لحظاتی در فکر فرود می رود. سپس می گوید استاد، آیا می توانم مایک را زیر نقاب خود بگیرم و مسابقه را شروع کنم؟ نه. می گوید نخیر، باید نقابت را از رویت بردارید، بعد می توانید در مسابقه شرکت بکنید. در کمال شجاعت و غیرت می گوید استاد، نمی توانم ادامه بدهم، معذرت می خواهم، و سپس از مسابقه انصراف می دهد. بعد از آن ویدیو و فیلم این صحنه منتشر می شود که بازتاب بسیار وسیعی در رسانه‌های اسلامی و فضای مجازی پیدا می کند. آیا می دانید بعد از آن چه اتفاق می افتد؟ هزاران نفر به تلفن این دختر تماس می گیرند، هدایای زیادی را به سویش سرازیر می کنند، تحفه های زیادی سرازیر می شوند از جاهای دور و نزدیک، چندین برابر بیشتر از جایزه ای که برای نفر اول در مسابقه کشوری اندونزیا تعیین شده بود، چندین برابر بیشتر الله سبحانه و تعالی برای او می دهد. این جریان تنها به این هم ختم نشد، بلکه در یک برنامه شبکه تلویزیونی پخش زنده از این دختر دعوت کردند و داوران مسابقه رسما از او معذرت خواهی کردند بابت کاری را که انجام داده بودند و 100 میلیون روپی به او دادند، معادل حدود 8 لک افغانی، 3 برابر جایزه‌ای که تعیین شده بود به او تقدیم کردند. به همین هم اکتفا نکردند، بلکه سال آینده مسابقه حفظ و تفسیر قرآن عظیم و شأن را اعلان کردند که برگزار می شود به نام میسره. تحت عنوان میسره مسابقه حفظ قرآن و تفسیر قرآن برگزار می شود. آیا می دانید میسره نام چه کسی بود؟ میسره نام همین دختر بود. الله او را اکرام کرد به خاطر حجابی که او داشت، به خاطر نقابی که او داشت. سبحان الله، الله اکبر.
این داستان چه پیامی برای دخترای اسلامی دارند و برای دخترهای مسلمان دارند و برای کشورهای اسلامی؟ ببینید این خیر و برکت از کجا آمد؟ راست گفته از پیامبر من صلی الله علیه و سلم: انك لن تدع شيئا لله الا ابدله الله ما هو خير لك. هیچ چیزی را تو به خاطر الله رها نمی کنید مگر اینکه الله بهتر از آن را به تو خواهد داد. در روایت دیگر هرچند که ضعیف است نقل شده است: من ترک شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هر کسی که به خاطر الله چیزی را رها بکند الله بهتر از آن را به او خواهد داد. به راستی که گفته شده است: من عزم الله عزه الله. هر کسی که الله را تعظیم بکند الله او را عزت می دهد. به راستی که گفته شده است: من عزم الله فی قلبه سخر الله له خلقه. هر کسی که در قلبش تعظیم الله را داشته باشد الله مخلوقش را برای او مسخر می گرداند، برای او رام می گرداند. به راستی که گفته شده است: من عزم امر الله اذل الله له عظماء خلقه. هر کسی که امر الله را تعظیم بکند الله بزرگان مخلوق را برای او رام می کند و برای او ذلیل و خارش می کند. واقعا عزیزان در این داستان پیام های زیادی نهفته است که من تمسک بحبل الله رفعه الله اعزه الله. هر کسی که به ریسمان الله چنگ بزند الله او را عزت می دهد، الله او را شرافت می دهد، الله او را بزرگی می دهد. و من ترک شیئا لله اعزه الله. هر کسی که چیزی را به خاطر الله رها بکند الله او را عزت می دهد.